قاعده دوم آنها میگویند ما آنان را به دعا مراجعت نمیکنیم و به سوی آن رو نمیآوریم مگر برای طلب قربت یعنی نزدیکی و شفاعت پس دلیل قربت فرموده الله تعالی است و آنها که غیر الله را اولیای خود قرار دادند و میگفتند اینها را نمیپرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به الله نزدیک کنند الله روز قیامت میان آنان در آن چی اختلاف داشتند داوری میکند الله آن کس را که دروغگو و ناسپاس است هرگز هدایت نخواهد کرد و دلیل شفاعت فرموده الله تعالی است آنها غیر از الله چیزهایی را میپرستند که نه به آنان زیان میرسانند و نه سود میبخشد و میگویند اینها شفاعتگران ما در نزد الله هستند دو شفاعت است شفاعت منفی و مثبت مشرکان و کافران حجت می آورند که آنها خدایان باطلشان را به دعا مراجعت نمی کنند و به آنها رو نمی آورند مگر به خاطر طلب نزدیکی و شفاعت می کنند و به این مستحق شدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنان را کافر شمرد و با آنان مبارزه برد شفاعت در لغت به معنای جمع شدن و یک را دو قرار دادن است و در شریعت برای دیگری در جلب منفیت و دور کردن ضرر واسطه شدن است. قسمای شفاعت یکم شفاعت مثبت شفاعت است که از الله طلب کرده می شود و در آن شرط های زیرین شرط گذاشته می شود. یکم اجازه دادن الله به شفاعت کردن دوم رضای الله از شفاعت کننده سوم رضای الله از شفاعت شده دوم شفاعتی که مخلوق بر انجام آن قدرت دارد و به چهار شرط درست می شود یکم حاضر بودن دوم زنده بودن سوم توانا بودن چهارم به این اعتقاد که تنها سبب است سوم شفاعت منفی شفاعت است که قرآن آن را نفی کرده است و آن شفاعت است که از غیر الله طلب کرده می شود و در آن چیزی که غیر الله بر آن قدرت ندارد حکم آن شرک اکبر است شفاعت مثبت خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم است و در آن کسی شریک نیست و شفاعت مثبت عام است برای همه پیامبران و رسولان و یکتاپرستان و کودکان می باشد شفاعتی که خاص پیامبر صلی الله علیه و سلم است یکم شفاعت بزرگ دوم شفاعت او بر عمکش که عذاب او سبک شود سوم شفاعت او در کشادن درهای جنت می باشد شفاعتی که عام است یکم در بالا بردن درجه های یکتاپرستان دوم در حق کسی که شایسته در آمدن دوزخ است تا که داخل آن نشود سوم در حق یکتاپرستی که داخل دوزخ شده است تا اینکه از آن خارج گردد شفاعت منفی شفاعت است که از غیر الله در آن چیزی که در آن غیر الله قدرت ندارد طلب کرده می شود و دلیل فرموده او تعالی است ای کسانی که ایمان آوردید از آن چی به شما روزی داده ایم نفقه کنید پیش از آن که روز فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعت و کافران همان ظالمانند و شفاعت مثبت همان شفاعت است که از الله تعالی طلب کرده می شود و شفاعت کننده به قبول شفاعت اکرام شده است و شفاعت شده کسی است که الله از گفتار و کردار او راضی بوده بعد از اجازت شفاعت برای او شفاعت می شود همچنانه که الله تعالی می فرماید کیست آن کس که به جز اجازت او در پیشگاهش شفاعت کند؟